سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. یکی دو تا توییت میخوام بخونم، یکی دو تا ویدیو میخوایم با هم ببینیم. من تا قبلش میخوام از شما سوال بپرسم. این توییتی که من میخوام برای شما بخونم، به نظر شما اینو کی نوشته؟ اجازه بدید من متن توییت رو بخونم. گفته که انصارالله یمن به جای حمله به کشتی‌های تجاری به ناوهای نظامی آمریکا حمله میکند و سنتکام با افتخار بیانیه صادر میکند که پهپادها را سرنگون کردیم. بایدن یک تنه رکورد تمام ذلت‌های ممکن برای بزرگترین ارتش جهان را جابجا کرده است. آقا این که من دارم خدمت شما عرض می‌کنم، اینو کی گفته؟ مثلا تحلیلگر ممکنه گفته باشه، یه روزنامه‌ای مثلا همسو با جمهوری اسلامی ممکن است در تهران اینو گفته باشه، حالا یکی از امام جمعه‌های مثلا تهران هم ممکنه، ایران هم ممکنه همچین توییتی زده باشه، یا یک چهره‌ای از این دست. درسته؟ این توییتی که برای شما خوندم توییت یکی از کسانی هست که عوامل شبکه صهیونیستی و شبکه تروریستی سعودی اینترنشناله. میگه که یه زمانی اینا میگفتن که جلوی کشتی‌های تجاری نمیذاریم یمن به کشتی تجاری حمله بکنه. میگه الان بیانیه میدن میگن که 5 موشک یمنی که به سمت ناو ما آمد را زدیم. میگه خنر کردی، خسته نباشی، چیکار کردی؟ من تو این آخرش داره یه آدرس غلطی میده. من اینم خدمت شما عرض بکنم، علی حسین قاضی زاده بچه زرنگ باش دیگه، مخاطبت که دیگه انقدر احمق نیست. تو میگی بایدن یک تنه رکورد زده، باید بگی آمریکا رکورد زده. وقتی میگی بایدن زده یعنی داری میگی ترامپ بیاد اینطوری نمیشه. درسته؟ به نظر خودت ترامپ بیاد جور دیگری میشه؟ یه نکته بهت میگم، برو یه سرچ دربارش داشته باش. یک بار در طول تاریخ آمریکا یک ناو آمریکا رو اونهایی که خود آمریکا میداند به آتش کشیدن، غرق کردن، از رده خارج کردن و نه در دوره اوباما بود، نه در دوره بایدن بود، در دوره ترامپ اتفاق افتاد. که بعدش هم اسماعیل قانی اومد جلوی دوربین گفتش که آقا این بچه‌های انقلابی آمریکا زدن ناوشون رو به آتش کشیدن. ناو آمریکا از رده خارج شد. من با حملاتی که علیه کاروان‌های آمریکا در عراق داشتن و عملیات عین الاسد و چیزهای از این دستی که بعد از ماجرای قاسم سلیمانی رخ داد و اتفاقات کنیا و جاهای دیگر، اصلا کاری ندارم. ناوهایی که ازش دم می‌زدین رو تو خود سواحل آمریکا آتش زدن، غرق کردن و از رده خارج کردن. در دوره ترامپ اتفاق افتاده. تا کی می‌خوای با مخاطبت بازی بکنی بنویسی بایدن این کارها رو کرده؟ ترامپش هم بیاد همینه. ترامپ اگر بیاد کاری انجام بده، ایران نتونه مقابله بکنه یا ضربه ای دردناک به ایران باشه، ایران کاری خواهد کرد در این منطقه و حرکتی خواهد زد که غرب از روی کار آمدن ترامپ پشیمون بشه. من نمیتونم بیشتر از این جمله رمزگشایی بکنم، ولی شاید بعضی ها حدس بزنن که من منظورم چه چیزیه. برجد الان اینا رو این جماعت دارن میگن که خفن ترین ارتش آمریکا، خفن ترین ارتش دنیا از دید اینها. البته الان دیگه توی منطقه غرب آسیا بیانیه که صادر میکنه این نیست که من جلوی مثلا اصابت موشک به یک کشتی رو گرفتم، نه، میگه که به خودم میخواستن موشک بزنن، من جلوشو گرفتم. این اتفاقاتی است که در منطقه غرب آسیا داره میفته. میخوایم بریم با هم بخشی از صحبت کارشناسان اینها رو با هم بشنویم. یکی دو تا عکس هم از ترکیه برای شما دارم که اینا خاص و قابل تامل، میبینیم با هم دیگه برمیگردیم. گروه‌های نیابتی بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هستند و در مقایسه با بخش های دیگر حتی مؤثرترین بخشش میشه گفت. تمام این گروه ها رو که جمع کرده دور یک محور جمع کرده. این گروه ها رو همونطور که خانم مقداد گفتن بر اساس یه ایدئولوژی جمع کرده، ایدئولوژی ضد اسرائیل که جهاد اسلامی جزشه، حماس جزشه و گروه های دیگه و فشار بر کشورهای منطقی که باش همکاری کنن، موفقیتی هم داشته. خیلی خب، بخش از این صحبت ها شنیدیم. حالا حماس، نه حماس، ما آرزو به دلمون موند اینا بتونن این کلمات درست، چیزایی رو که میخوان باش مقابله بکنن درست حداقل تلفظ بکنن. میگه با یه ایدئولوژی اینا رو انداخته، ایدئولوژی ضد اسرائیلی. آقا در ایران انقلاب شده، انقلاب 57، یه آقای اومده به نام خمینی در رأس قرار گرفته، یه سری جوون هم دورش گرفتن، میگن آقا هر چی شما بگی ما همون انجام میدیم. سفارت اسرائیل رو تعطیل کرده، پرچم فلسطین رو زده روش، رفته از فلسطین یکی آورده گفته از امروز تو سفیر اینجایی. آقا چرا داری این کارا رو میکنی؟ با آبروی ما در دنیا چرا داری بازی میکنی؟ ای یه ملتی رو آورده اینا پرچم اسرائیل آتیش میزنه، اینا مقبره میکنه، کجای دنیا پرچم یه جماعتی رو با آتیش میکشن؟ ایرانی چرا داری این کارو میکنی؟ به خودت بیا، تو ایرانی هستی تو آقا اگر میدونستید ایران در این 40 چند سال چیکار کرده، چه برکاتی برای این منطقه داشته، چه برکاتی برای خودش داشته، چه حرکتی رو رقم زده، والله همین امروز
پرچم آمریکا، اسرائیل، هر کجا که میدید آتیش میزدید، مرگ بر اسرائیل میگفتید، با افتخار میگفتید ایرانی هم دارم این کارو میکنم. ما با این ملت هایی رو زیر یه پرچم جمع کردیم. اینا شعار نیست، اینا بلوف نیست، هزینه سازی هم نیست. شما عملکردشون رو توی این 6 هفته میبینید. این حرفای خود اینهاست که ارتش آمریکا با این همه ادعا اومده در مقابل اینها مانده. چرا این کارا رو داریم میکنیم؟ ما دلسوز کسی شدیم؟ بله خب ملت ها که قطعا و یقینا برای ما مهم هستن، ولی اینجا منطقه ایرانه، منطقه غرب آسیا، منطقه ایران، منطقه آمریکایی ها نیستش که. سعودی ها هم که داستانی در این منطقه ندارن. ترکیه و دیگران هم شما نگاه میکنید خودشون وقتی صحبت میکنن، من مردمشون رو نمیگم، مردمشون رو نمیگم، مردم باکور هم نمیگم، مقاماتشون میگم که تاریخ نگارشون دارن این حرفا رو میزنن. اینا هم که توی این منطقه دارن حرف میزنن، اینا اصالتا برمیگردن به همون جور که خودشون میگن، ترکان مغول و حرفای از این دست، از مغولستان بلند شده اومده. من اصلا مسئله احیا امپراتوری ترک و عثمانی اینا رو قبول ندارم. اینا دنبال این هستن راهی پیدا بکنن برسن به آبا و اجداد خودشون در مغولستان. نقشه رو هر چی نگاه میکنید یست و پا میزنن داره به همون سمت میره. تصویری رو اجازه بدید خدمت شما نشون بدم. عکسی است به شدت مورد توجه کاربرها قرار گرفته. پشت سر پرچم داعشه، جلوش پرچم ترکیه رو دارید مشاهده میکنید. دستان خودشون هم گرگهای خاکستری، فرزندان ماده گرگ، بالا گرفتن. بعدی رو با هم دیگه ببینیم. گروه های تروریست در ترکیه، پرچم در سوریه، پرچم ترکیه رو دارید ببینید. ارتش آزاد سوریه یکی از کثیف‌ترین و فجیع جنایت کننده ترین گروه های تروریستی، پرچم ترکیه رو دارید کنارش میبینید. بعدی گروه تروریستی دیگر در ترکیه، ببخشید در کشور سوریه، بازم پرچم ترکیه. عکسی رو من دیدم کاربرها این روسا دست به دست میکردن، اشاره داشت به اثر نظر مقامات ترکیه که بعضی هاشون میگفتن اینا ایران یک کوریدوری تعریف کرده تا مدیترانه از سوریه میگذره، باید سوریه رو ساقط کرد. بخش اعظمی از چیزهایی که اتفاق افتاد سر این داستان هاست، سر اینه که ایران منطقه رو احیا نکنه، ایران آنهایی که باش حوزه تمدنی داشتن رو دستشون رو به هم نده، ضمن حفظ هویت ها ایران ملت ها رو یکی نکنه. از این میترسن، به خاطر این با ما دشمنی میکنن و میدونن که ما داریم ماهیت این منطقه رو عوض میکنیم. نه مثل ترکیه که شما حس دلسوزی و ترحم برای ملت ها در رفتار، این که من میگم مغول توهین نمی کنم، شما نگاه بکنید ورداشته یه سری صد زده، مردم عراق گرسنه بمونن، مردم سوریه تشنه بمونن، جنگ را انداخته سوری ها آواره شدن، جنگ را انداخته شمال عراق بیگناه ها کشته شدن، علیه ارمنستان و آذربایجان اینا را انداخته به جون هم دیگه، اون ور همسایه هاش انداخته به جون هم، با این تنش داره. این مثل یک کشوری تو این منطقه رفتار نمی کنن افرادی که در رأسش هستن، انگار جماعت یعنی از یه جای دیگه این اومدن در رأس این کشور قرار گرفتن، دارن حالا کارایی میکنن که اون کارا قابل تعامله. منطقه منطقه ایران است. من اگر کاری دارم انجام میدم در راستای منافع خودم و یاران خودم. دشمنان ما اگر انقدر از ما نفرت دارن به خاطر اینکه اینا رو فهمیدن. بریم ادامش رو ببینیم. ما بپذیریم که مثلا قدرت بشار اسد حفظ نمیشد در سوریه بدون این گروه های نیابتی ایران. الان هم یه گروه نیابتی دیگر ایران که در خیلی به اصطلاح تا به حال توجه زیادی جامعه جهانی بهش نمی‌کرد، یعنی یمن، کار به جایی رسیده که یمن با این فعالیت‌هایی که داره میکنه از یمن و حملاتی به کشتی‌های تجاری میکنه، عملا بخشی از تجارت جهانی رو مختل کرده. جمهوری اسلامی پس از ایجادش و این که گفت ما اصلا موجودیت کشوری، خیلی خب بخش از این صحبت‌ها رو شنیدیم، بله داره تاکید میکنه بر این مسئله، میگه که آقا ایران اومده حاکمیت‌های رو حفظ کرده در این منطقه، ایران اومده کارهایی رو انجام داده، ایران اومده اقداماتی رو انجام داده، یک گروه دیگر هم داشته به نام یمن که الان همه رو به خودش خیره کرده. البته اینا نیروهای نیابتی نیستن، اینا نیروهای نیابتی نیستن، اینا رفیقای ما هستن، اینا رفیقای ما هستن در نقاطی از دنیا. من ملزم کردم خودم رو به اینکه هر نیازی داشتن برطرف بکنم، موشک، تسلیحات، هر چی میخواد. اینا که الان روسیه میخواد، میدونید که تسلیحاتی که روسیه از ما میخواد، موشکایی که توی انبارهای ایران بسیار زیاده، اینایی که از ایران میخوان، اروپا اعلام کرده گفته اگر در اختیار روسیه قرار گرفت، من فلان مثلا شرکت هواپیمایی ایران دیگه اجازه نمیدم پرواز بکنه اروپا. انقدر برای اینها ترسان که یمن به طور کامل در اختیار داره، لبنان به طور کامل در اختیار داره، مقاومت لبنان دلیلی نمیبینه الان از اینا استفاده بکنه. یمن دو تا کشتی زده، رفیقای ما خوشحال شدن، دشمنان ما ناراحت شدن. فکر کردیم مثلا لبنان از این کارا نمیتونه بکنه، مقاومت در لبنان از این حرکت نمیتونه. الان نیازی نداره به این داستان، الان نیازی نداره. تمام آن چیزهایی که ارتش در ایران داره، سپاه در ایران داره، نیروهای مسلح در ایران دارن، بچهای مقاومت از یمن بگیرید تا لبنان و جاهای دیگر، سر تا سر و تا دندان بهش مسلح شدن.
چرا؟ به خاطر اینکه ارتش خودمه، این ارتش خودمه، چه تفاوتی داره؟ ارتش من میخواد چیکار بکنه؟ ارتش من میخواد به پرچم اسلام خدمت بکنه و پرچم ایران و پرچم یاران همسو با ما. اینا میخوان چیکار کنن؟ اینا هم همینه، اینا هم داستانشون همینه و من حمایت میکنم. این آن چیزی هست که بعضی ها نمیخوان مردم ایران بفهمن. بریم ادامش رو ببینیم. جمهوری اسلامی پس از ایجادش و این که گفت ما اصلا موجودیت کشوری به نام اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم و اسم اسرائیل رو اصلا غلط خط زد از تمام مکاتبات رسمیش، باعث شده که یک روند سیاسی در جهان راه بیفته که هر گونه مصالحه رو با اسرائیل دچار مشکل کرده. خیلی خوب، بخشی از این ویدیو رو با هم دیگه دیدیم. اجازه بدید من نکته ای رو خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم. بله، یه نکته ای مطرح کرد، گفتش که اینا اومدن از روز اول با مقبر اسرائیل و دشمنی با اسرائیل و حرفای از این دست این بازی رو پیش بردن. 40 و چند سال طول کشید که اونایی که شعار نقض نه لبنان سعی میکردن برای مردم ایران بسازن، وادارشن بیان جلوی دوربین. نه اینکه بگن مردم نقض نه لبنان به خاطر این هست که پول شما داره میره تو غزه، بیان جلوی دوربین اعتراف بکنن، بگن که نقض نه لبنان رو ساختیم به خاطر اینکه داره شماها رو در منطقه قدرتمند کنه، به خاطر اینکه دست ملت‌ها رو دست شما داده، به خاطر اینکه دیگران رو در کنار شما قرار داده، به خاطر اینکه اربابان اینها رو به چالش کشیده، اربابان اینها رو به چالش کشیده. کل ماجرایی که در منطقه غرب آسیا داره اتفاق میفته همینه. و این جماعت بی وطن هم که شما می‌بینید این جنس از حرفا رو می‌زنن، این جنس از نکات رو مطرح می‌کنن، اینا همه وابسته به دیگران هستن، اینا همه برده دیگرانی در این منطقه هستن که با ایران دشمنن، به خاطر اینه که این شکلی تولید محتوا میکنن. من نکته ای رو خدمت شما عرض میکنم، دعوت میکنیم به اصطلاح خودمون به راستی آزمایی این ادعا. بر این باور هستم آنهایی که آن سوی میدان هستن مزدوران رژیم صهیونیستی و سعودی ها و غربی ها و دشمنان ایرانن. عرض میکنم خدمت شما، رضای روبه پهلوی همین الان بیاد در مقابل دوربین قرار بگیره، اعلام بکنه، برگرده بگه که بابا بزرگم پهلوی اول غلط بزرگی کرد، رشته‌کوههای آرارات رو داد به ترکیه و من به قدرت برسم پسش میگیرم. والله اگر این رو اعلام بکنه، من از فردا در حمایت از پهلوی صبح تا شب برنامه میسازم. من از فردا در مدح پهلوی و برای دعوت به پهلوی صبح تا شب برنامه میسازم. این حرف رو هیچ وقت نمیتونه بزنه. میدونی چرا؟ به همون دلیلی که میره میشینه مصاحبه میکنه در جایی که پشت سرش پرچمی هست و نقشه‌ای هست که نوشته خلیج غیر ایرانی. یه کلمه دیگه ای رو گفته، من اون کلمه رو نمیگم، به خاطر اینکه به خاطر به همون دلیلی که از کلمه خلیج تا قیامت فارس کوتاه اومده، به همون دلیلی که از ایران کوتاه اومده، به همون دلیلی که جشن ایرانی کشی تبریک میگه. داستان ما با اینها اینه، ما داریم ایران رو احیا میکنیم با همه ضعف‌هایی که هست، همه چالش‌هایی که هست. این بی‌وطن‌ها و امثال اینها از این ماجرا سوختن و نمی‌خوان. طولانی‌ترش نمی‌کنم، اگر نکته بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین. باید خدمت شما عرض بکنم چالش‌هایی هست، نقص‌هایی هست، ضعف‌هایی هست، ایران باید اینها رو برطرف کنه. مسئله اقتصاد ایران باید حلش بکنه. چقدر دیگه جمهوری اسلامی فرصت می‌خوای بتونی اقتصاد حل کنی؟ مسئله صنعت رو چقدر دیگه فرصت می‌خوای بتونی حلش کنی؟ خودروسازی رو چقدر دیگه فرصت می‌خوای حل کنی اینها رو؟ از این کارخانه خودروسازی و از این خودروی ملی و از این وضعیت اقتصاد اینها عبور بده خودتو، برس به یه داستانی، برس به یه نقطه‌ای که آن چیزی که انجام میدهی در این حوزه در شأن مردم ایران باشه و یقین بدون همه کشورهای منطقه مشتری تو خواهند شد. توی لبنان و جاهای دیگر میدونید این نوشابه های ایرانی رفته، این چند وقتم که مسئله تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی یا در حمایت از اون بوده، اینا رو دارن میخرن، به ذائقه بعضی از اونا اینا میخوره، از اینا خوششون اومده. توی محصولاتی که ما داریم صادر میکنیم به برخی کشورهای عربی، کاربرهای عرب در توییتر اومدن گفتن از اینا بخرید پول میشه میره تو جیب یمنیا، پول میشه میره تو جیب مقاومت لبنان، باش صهیونیستا رو میزنن. این حرفایی که به ما میزدن، میگفتن اینا دارن خرج میکنن، این پولا میره غزه و کجا و کجا، این برکت داره برامون میشه. تو کشورهای عربی میگه از اینا بخرید پول میشه میره تو جیب اونا. میدونی من چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم آقا در حوزه اقتصاد تو بتونی جمع کنی داستان رو، در حوزه صنعت جمع بکنی داستان رو، در خودروسازی جمع بکنی داستان رو، خیلی ها در منطقه با تو همراه میشن، برکات برای ایران خواهد داشت. ایران میتونه این کارها رو انجام بده.
ایران میتونه، ما قدم‌های خوبی برداشتیم، این منطقه، این جغرافیایی که امروز درش هستیم نیاز به امنیت داشت، خدا رو شکر تامین شده، نیاز به یارانی مؤثر داشت، دولت‌ها با ما همراهی نمی‌کردن، همکاری نمی‌کردن، ملت‌های آمدن محقق شده، نیاز به قدرت نظامی مؤثر داشت، خب محقق شده، نیاز به این داشت که تسلیحات ساز مشتی بشیم، قوی بشیم، در دنیا کار بکنیم، محقق شده. امیدوار هستم مسئله اقتصاد و امید دارم که حل بشود به یاری حضرت الله تا بتوانیم بهترین ها رو در این منطقه رقم بزنیم، آن چیزهایی که در شأن ایران و یاران ایران است. آینده رو مثبت میبینم، امیدوار هستم که بهترین ها با دعای خیر مردم و با همت آنها که در رأس هستن رقم بخوره. اگر نکته داشتین، اگر بحثی بود، ایران 14313 پل ارتباطی ما هست، خواهش میکنم از رفقای خودم برای ایران 14313 صوت بفرستید. یه سری از دوستان متن ارسال میکنن و خب متن در حوزه کامنت هم ما میبینیم. این اختصاصی برای صوت باشه. گوش میدیم صوتای شما رو، هر چقدر هم که باشه همش هم منتشر خواهیم کرد. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم. خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.